جهانگیر فروهر از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود که در سوم خرداد ماه سال 1295 به دنیا آمد و در 15 آبان ماه سال 1376 درگذشت. جهانگیر فروهر در بیش از 100 فیلم، 30 سریال و چند اثر تئاتری به ایفای نقش پرداخت و از فیلم های مهمی که او بازی کرده میتوان به سوته دلان و مسافران اشاره کرد. لیلا فروهر خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس دختر اوست که در برخی فیلم های سینمایی مانند گل خشخاش، رابطه جوانی و شب آفتابی با او همبازی بوده است. جهانگیر فروهر پسر مصطفی خان دوام السلطنه، نوه میرزا محمد علی خان قوام الدوله و نتیجه میرزا عباس خان قوام الدوله در سال 1295 در شهر تهران متولد شد. او در 18 سالگی پس از اخذ دیپلم از هنرستان صنعتی بازی در تئاتر را تجربه نمود، ولی فعالیت هنری وی به طور رسمی و حرفه‌ای در سال 1321 با حضور در نمایش یوسف و زلیخا در تئاتر سپاهان اصفهان آغاز شد. همچنین بازی در سینما را از سال 1345 با فیلم گنجینه سلیمان کاری از عزیز الله رفیعی آغاز کرد. او پس از انقلاب به دادگاه های انقلاب اسلامی احضار شد. در سال 1370 لوح تقدیر نقش دوم مرد برای فیلم خانه خلوت را از 10 دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. جهانگیر فروهر در سال 76 در سن 81 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. برخی از آثاری که وی در آنها نقش آفرینی نموده است عبارتند از شب بخیر غریبه، تهران روزگار نو، کمیته مجازات، شیرین و فرهاد، آرزوی بزرگ، مأموریت آقای شادی، مجسمه، مستأجر، آقای بخشدار، آواز تهران، خانه خلوت، راه و بیراه، شانس زندگی، مسافران، ناصرالدین شاه آکتور سینما و یک بار برای همیشه.
Thank you.